شانس من بوده عادل و مریم فروردینی هن و بی نهایت بی خیال و هر اتفاق چه چیزی به ام استرس میده؟ بیبولی اون بکنم به همه استرس میده. سیله ها می آوریم لوازم خونگی، بعد حتی یه مدت بابای تو هم یه سری وساله رو تو از من میخرید. هم خاله بازی بود هم تخمه مرسی رو جمع میکرد. عروسک بازی بود. تقلب نشه. بریم. سلام دوستای یوتیوبی، چطورین؟ به یه ویدیو دیگه از من خوش اومدین. امروز قراره چالش داشته باشیم با مریم، دوست صمیمی. مریم سلام کن. سلام بچه‌ها، خوبین؟ خوشین؟ چطورین؟ و عادل که معرف حضور هستن، همسرم. درود بر مایتون. خب دوستان، سوالایی که من مطرح کردم سوالای عمومی تقریبا دیگه، آدمای نزدیک اصولا میتونن جواب بدن. من اول میخواستم این چالش رو با مامان و بابا اجرا کنم، احساس کردم کلا نمره منو میگیرن هر دو تا، هیچ اطلاعاتی در مورد من مطمئنم که ندارن. ولی خب سوال میکنیم ببینیم که قبلش هم هیچ هماهنگی نشده، حتی بچه‌ها نمیدونن من قراره چه سوالاتی کنم. بریم برای سوال اول. آماده این؟ یا برفت میدونی از این میترسم که هیچ شناختی از من نداشته باشن دوستان، فقط از این میترسم. هر دوتا فروردینی های بیخیال. بیخیال اینو درست حق داره، واقعا بیخیالی. نه دیگه، تمرکز دو سوال باشه. خب هر دوتا همزمان میتونین جواب بدین، ولی خب هم دیگه اجازه بدید. آره بریم برای سوال اول که ببینیم کی منو بیشتر میشناسه. غذا رو ترجیح میدم یا خواب؟ غذا. آفرین، هر دو تا نمره مثبت. چای یا قهوه؟ سوال سختی بود. صبح قهوه، در طول روز چای. خب نه، ولی یه چیز باید بگی. ترجیح هم چای. من فکر میکنم چای، چون چای خیلی بیشتر میخوری. آفرین، خیلی عالی. از چه غذایی بدم میاد؟ یا میشه گفت دلم نخواسته تا حالا امتحان کنم. شاید خیلی غذا باشه بچه ها من بدم بیاد یا دوست نداشته باشم، ولی در کل یه غذایی هست که من تا حالا امتحان نکردم. خب میدونم میدونم کل پاچه اینو جگرم هست. ولی یه چیزو باید بگی. کل پاچه، چون جگر فکر کنم خوردی گفتی خوشم میاد، ولی کل پاچه رو نخوردم. درسته؟ باری کلا اینجا خوب چه نفرم مطمئنم اگر از آره ببریم کله پاچه نیومد. تو میخوری کله پاچه؟ عاشقشم خیلی. من یه بار تست کردم شد خوشم، شد جای خوبی نرفتم. بچه غذا شاید چیزای دیگه هم باشه دوست نداشته باشم، ولی اینو واقعا امتحان نکردم، شاید هم خوب باشه، خیلی ها دوست دارم. خب عطر مورد علاقم، نمیشه الان یه عطر رو اسم ببرین؟ چون خب من عطرهای متنوع میزنم، یعنی فقط یه عطر رو نمیزنم، ولی کلن شخصیتاً چه نوع عطری رو دوست دارم؟ منظورم اینه خنک و ترتیب. چون الان تو فکر گوچی راشی گوچی راشو میکنه اون واقعی اصلا شیرینه، خیلی مخالفه اینه. آره گوچی راشم خیلی دوست داشتم، حالا بعدن حالا میبینیم. ولی اصلا مردانه تلخ خنک، این درست تر گفت خنک و تلخ معمونه. نه خنک و تلخ یکیه دوست دار. همزه لالی خنک یه تلخ دیگه، تو هم تلخه هم خنک، ولی کلن منظورم اینه که ات... خب دوتا آره. منظورم اینه که عطرهای شیرین سردرد شدید. اون که آره شیرین خب باشه، دوتا مساوی گفتیم، درست گفتیم. اخلاق طرف برام مهمتر یا قیافه؟ حالا دختر پسرم فرقی نمی کنه. اخلاق دیگه، تو که اصلا قیافه دقت نمیکنی، تو اصلا قیافه نمیبینی. من میگم صدا رو اصلا فیروز تغییر کردم، میگه چه تغییری؟ حالا 4 سال با خودم بیام توضیح بدم برات. خب رنگ مورد علاقم، این یکم سخته، خودم هم خدای خیلی بهش فکر کردم. آفرین. میخواستی بگی راستشه بگو یا نه؟ من بین زرد و سفید بودم. خب بین زرد و سفید. خب مریم نمره بدیم. تو قدیما تو زرد خیلی دوست داشتی، الان فکر می‌کنم سفید. خب رنگ‌های مختلفی و واقعیتش اینه که دوست دارم، ولی از قدیم حالا نمیدونم چرا اصلا رنگ زرد رو دوست داشتم، همیشه زرد دوست داشتم، عاشق رنگ زرد بودم. مریم نمره آخه دیگه من خیلی زرد. آره تایید کردم، درسته دیگه. از تو حیوان مورد علاقه‌ام؟ جوجه.
جوجه بود بودی. نه جوجه بوده بودی که اون جاست همیشه تو قلبمه. جغد هم دوست داری؟ آره دیگه من این چیزا همه جغد دیگه. آها اینا درست واقعا خوب الان خیلی خوب پیش رفتیم. خب به آخرش قضا. لباس مجلسی خانومانه دوست دارم یا اسپورت؟ اسپورت دیگه. هیچ سوالی راست میگه. خب این دیگه واقعا سخته مطمئنم و خودم هم خیلی دقت کردم فکر کردم اینم کدوم بیشتر دوست دارم. بین کیف و کفش کدوم علاقمه؟ اگه قرار باشه مثلا کیف بیشتر داشته باشم یا کفش یا کتونی، حالا کدوم بیشتر علاقه دارم؟ من فکر میکنم کفش. من میگم کیف کتونی واقعا. آخه کیفم دوست دارم ها. این خود این واقعا سوال سخت، خودم هم به سختی جواب دادم. مریم یه دونه خطا. خب ماشین چی باشه خوشم میاد؟ شاسی مهم نیست، زیاد آرم مهم نیست، فقط بلند باشه. دقیقاً شاسی که میدونه، شاسی که میدونه، اصلا مهم نیست که چی هست، وانت بده فقط بلند باشه، بعد از هایلوکس بگید تا ترلی. بچه واقعیتش اینه، آره واقعیتش اینه، من اصلا برندهای ماشین اصلا نمیدونم چیه، به ندرت شاید چند تا چیز رو مثلا بعضی ها میان در مورد برندهای ماشین بچه اینا مثلا حالا من اینجوری نگاهش میکنم، ولی واقعیتش اینه که آره همون که آده گفت هفت تاسی بلند باشه. خب درست گفت نردازا، درست گفت. این خیلی دیگه واقعا دوستان این سوال سختیه. عصبانی باشم اون لحظه بقیه باید چیکار کنن اصلا بهتره؟ هیچی فرار میبنم باید سکوت کنن حرف نزنه. خب درست حالو بکن. عصبانی باشم اون لحظه بقیه چیکار باید بکنن، چیکاری کنم بهتره واقعا؟ حرف نزنن به نظرم، حرف نزنن سکوت کنن، هی ازت پرسن مذاب خواهی کنن. آره حتی اگه میکنه تقصیر تو هم باشه یکی دیگه دورت از اون اومد گردن بگیره من یه نه واقعیتش این نه، ولی عصبانی باشم وقتی یه موقعی از هر چیزی عصبانی باشم اون طرف صحبت نکنه، سوال نپرسه، نخواد اون لحظه اون موضوع رو حل کنه، خیلی به نفعشه، چون من بیشتر عصبی میشم، چون اون لحظه نتونستم تجزیه تحلیل کنم، اون مشکل رو حل کنم، اون آدم هی سوال پیچ میکنه، اوضاع رو بدتر میکنه. فقط من مثلا فکر میکنم مثلا طرف درک نداره یا نفهمیده که کجای کار رو اشتباه کرده، من همین بیشتر من عصبی میکنم. آره همون که درک بره بهتره. خب چی بیشتر آرومم میکنه؟ چی بیشتر آرومت میکنه؟ از چه نظر؟ مثلا وقتی عصبانی یا وقتی نه کلن چه کاری منو آروم میکنه؟ کلن این یه چیز واقعا شخصیه. بری بیرون دور بزنی خرید کنی، بری بیرون دور بزنی، آره این یاد روی کنی بیرون خونه باشم. نه بیرون خونه باشم اشتباهه، نه بیرون خونه رو دوست دارم. چه کاری آروم میکنه؟ آه چه کاری آروم میکنه؟ دور دور. آره اینم خوبه. تو چی؟ تو گفتم خرید، پیاده روی، بیرون پیاده روی. آره پیاده روی و بیرون و دور دور رو حالا بستگی داره، من خیلی اعصابم خرد باشه مثلا اگه از اون نظر بخوام بگم، یه کاری که باعث میشه من اصلا فکر نکنم اون لحظه، نمیتونم فکر کنم، هموم رفتنه. یعنی تو هموم اصلا دلم هم میخواد به اون موضوع فکر کنم، فکرم نمیاد، یادم میره اصلا چه اتفاق افتاده. اصلا یه حالت خونسا پیش میاد. آفرین سلام. برای همین میگم وقتی ناراحتی برو هموم. خب انرژی های منفی از بدن خارج میشه، اصلا میگن عصبانی میشی، آب بخور و اینا مثلا چیز میشه. من آب میخورم بیشتر اعصابم به هم میرسه، دوباره آب میخورم. من آب میخورم تو اون از خارج میشه از من داره این ناراحت عصبانی، من آب میخورم اینا بیشتر اعصابش میره تو آب. آره خورد میشه، خورد خورد میشه، صدا میده. همون ترجیح میدم. خب درست گفتین دیگه، دور دور هر دو تا میشد گفت. فعلا اینجا یه دونه منفی داریم مریم. حالا اونم زیاد شخصی بود. اینجا پیست بلند. پیست بلند دارم دوستان. ببین چقدر منو میشناسم. من خودم اینقدر دیگه اینا منو شناختم، خودم رو نشناختم. خب رستوران برم، اولین غذایی که دوست دارم سفارش بدم چیه؟ پیتزا. برین. خیلی وقت بود. بچه ها قرار بود هر کی که برنده شد امشب ببرمشون رستوران، رستوران فست فودی دیگه، مثلا پیتزا دقیقاً بخوریم، ولی عادل امروز
طبق معمول کار داشت. ما چند روزه می‌خوایم چالش رو بریم. مریم خب یه طرف مشغول بود، از یه طرف عادل خلاصه نشد. امشب هم دیگه خیلی دیره. حالا خورشا کدوم علاقمه؟ یه خورشی که خیلی دوست دارم. قیمه، قرمه سبزی، یه خورش. یه دونه، یه دونه. من فکر کنم خب قدیما قیمه بود. من فکر کنم قیمه. قرمه سبزی. یه دونه دیگه آقا، میگم یه دونه. خورش آواکی یعنی؟ خورش دیگه آره. خورش غذای فست فودی نگفتم. تو چرا مونت فیلسوفانه داری فکر میکنی؟ آقا محسن خب قرمه هست، خورش کرفس هست. خب نه، یه خورشتی که خیلی علاقمه. قرمه باشه ما خیلی میخوریم. آره ولی قیمه درست دارم. تو یه زبدر میخوری آده. قرمه رو دوست دارم ولی همیشه اولویت هم اول قیمه است بعد قرمه. قرمه هم خیلی دوست دارم ولی قیمه رو واقعا علاقه بچگیمه. درست کرده بود. آره واقعا خیلی خب. این یه چیز خیلی شخصی، اگه خیلی نزدیکید به من میدونید دیگه. تو این مدت، تو این مدت خیلی کوتاهی که حالا مثلا یه هفته در نظر بگیرید، آدم ناراحتی بودم یا خوشحال؟ از درون ناراحت. خب ناراحت بودی؟ ناراحت بودم؟ درسته، دوتا درست گفتم دوستان. علاقه مندی های بچگیم، تو بچگی چی دوست داشتم؟ من خودم یادم میاد این سوالو من کی مطرح کردم دوستان. چه بازی دوست داشتم تو بچگی؟ این مریم باید بپرس. اون بگم هم خاله بازی بود هم تخمه مرده رو جمع می‌کرد. عروسک بازی بود. اون بازی نبود. عروسک بازی. اومد همون خاله بازی دیگه، چون کلا چیز بود. سوال رو مطرح کردم ولی یادم نمیاد منظور من این سوال چی بود. ولی در کل خاله بازی. آره. یه خاطره خیلی بدم داشتم در این مورد، عروسک‌ها که گفت عروسک بازی، عاشق عروسک بودم. بعدش آنه میخوای اینو توی یه سوال؟ آره نه دیگه شاید نگفته باشم. نه گفتم ولی الان چیز نیست. تو بچگی اومدم خاله بازی، همون عروسک بازی که این داشتم، اومدم یه بر عروسک هم تولد بگیرم. خونمون تا همین خونه که ماما اینا زندگی میکنن، این تا یه جای بالا رفته بود و توش خالی بود. بعد من اومدم در وسایل تزیینی چیده بودم واسه عروسک هم. و از اون بالا پام میره داخل یه دونه از اون سنگا و با سر میافتم زمین به فاصله خیلی، مثلا از این سقف تا اینجا مثلا چقدره؟ 2 متر 50. شاید بیشتر از این 3 متر. از اون بالا افتادم پایین روی سنگی و اینجا هم پاره شد. و یه مدت اینجوری کمتر بود. این خیلیه. مطمئنی؟ خاله بازی خیلی دوست. از بالا شناژ میگن، نمیدونم چی میگن. نه کمتر. بالا بود بابا، از بالای سقفمون فکر کن افتادم پایین. اون موقع سخت نبوده هنوز. آره خیلی ارتفاع زیادی بود. اینجا هم پاره شد و تا این مدت این دوری تصمیم زدم و مامانم هم تصمیم داشت همه عروسک ها بندازه دور به خاطر این اتفاق. خلاصه اینجوری. چه مدل فیلمی خوشم میاد؟ رومانتیک، ترسناک، تخیلی؟ رومانتیک. چون ترسناک نگاه نمی کنی، تخیلی و رومانتیک هر دو تا نگاه می کنی. آره کدوم بیشتر مثلا چیزمه علاقمه؟ من فکر کنم تخیلی. آخه تخیلی چی باشه؟ خیلی تخیلی خود داره مثلا رومانتیک. خیلی سخت بود. آره فکر کنم خیلی سخت بود چون من خیلی با هم دیگه فیلم نگاه نکردیم. آره خب. آره من فکر میکنم که آخه بعضی وقتا خیلی رومانتیک نگاه میکنی. تخیلی حقیقتا خیلی نگاه نمی کنم جز اون سریال واکینگ دد که آره یه حرکت های تخیلی طور. تخیلی باز نیست اون آخه. اون یه نه تخیلی نیست بچه، تخیلی نیست که. ترسناک هم نیست، من اصلا ترسناک نگاه نمی کنم، میترسم. آدم ترسونی هم نه اون تخیل هم نیست. حالا در مورد بحث فیلم میایم بیرون، ولی کلا از بین این ستا من رومانتیک رو بیشتر ترجیح میدم. حالا تو درست گفتی یا نه؟ نه درست نگفتم. خب مریم زبدر میخوره، عادل یا مثبت؟ خب چه گلی اصلا بیشتر دوست دارم؟ نرگس. آفرین. همزمان گفتم. انتخاب من چیه؟ آب پرتقال، آب هویج، آب کرفس؟ آب هویج. آب کرفس. درست گفت. نه 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 من آب هویج. خود تو دوست نداری، من دوست دارم. خب شکلات مورد علاقه از نظر برند؟
برند من نمیدونم. برند دیگه. حالا مثلا میگم شکلات شیری یا تلخ و اینا نه. تلخورم کلا. ولی اینجا بگردم شکلات پیدا کنم. چی؟ اینجا بگردم شکلات پیدا کنم. حالا شکلات مورد علاقه. آها اونطوری آره. خب اونطوری میدونم نوتلا دوست داری دیگه. نوتلا درست. فکر کنم شکلات های اینطوری چیزی. نه نه برند منظورم اینه که اسم برندش نوتلا. وگرنه مثلا شکلات تلخ دوست دارم. نمیتونم شاید خیلی راحت حدس بزنم. ورزش مورد علاقم بدنسازی فوتبال پیاده روی. پیاده روی فوتبال بازم نگاه نمیدیم اصلا. خب طبیعت گردی چی باشه بهتره، دریا یا جنگل؟ جنگل. من فکرم جنگل. طبیعت گردی دریا طبیعت گردی نیست. خب اونم طبیعت دیگه، واسه ما که اینجا زندگی میکنیم شاید طبیعت نیست. صدای موج دریا واسه ساکنین در ساکنین سرایت عادی میشه، الان واسه ما دریا عادی. آره نه ولی طبیعت یعنی محسوب میشه. صبحونه چی باشه دوست دارم؟ چیزای شیرین یا حالت غذا تو؟ املت باشه اینا باشه میشه. خب نه اون چیه؟ جزء شیرین. نه غذا غذا. اگه به من معلوم کنی. غذا باشه میشه. غذا درسته، آفرین غذا. چیزای شیرین هم بعدم نمیاد ها، میخورم ولی سیمین واسه صبح سو... آره سیمین دوست دارم. سیمین به خوراکی خاصی آلرژی دارم یا نه؟ مثلا یکی میبینی مثلا دلمه میخوره بدنش میخوره، نمیدونم فلفل میخوره، نمیدونم جوش میزنه، قرمز میشه به خاک میدونم آلرژی داری، به غذا نمیدونم. به خوراکی گفتم ولی من نه فکر میتونم نداری. نه آفرین درسته بچه، من هر نظر سالمه. خب بهترین دستپختم چه غذایی؟ این دیگه حالا تعریفایی که بقیه میکنن، ولی یه غذا مده نظرتون باشه. ولی من خودم به شخص باقال پلو با ماشه رو ترجیح میدم. تو من آخه من همه غذا رو دوست دارم درست میکنی. نه نه بهترین دستپختم اون چیزی که همه تعریف میکنن. همه تعریف میکنن؟ آره اکثرا دیگه، حالا خوردن تعریف میکنن. فسفودی ها رو اگه بخوام بگم آره، همون لازانیا. اگه غذای اصلی رو بخوام بگم مرغ شکم پر و باقالی پلو با ماهیچه. آره درسته. آره من حقیقتا نتونستم یه غذا رو مشخص چیز کنم. درسته این سوال شکم درست میکنی نیسته قربان سام نونم. الان یه سوالی نوشتم بچه، یه سوال نوشتم خودم الان یادم نمیاد که اصلا جواب اون چی میتونست باشه. ببین ما دیگه چیکار کنیم. خیلی خوب دارم پیش میرم. خب و میرسیم به صفحه آخر. صفحه آخرمون. وقتی بی احترامی ببینم چی کار میکنم؟ یعنی یه بهم بی احترامی کنه و من همون لحظه چی کار میکنی؟ آره یه رکه هایی مثلا یه پاره کنم. نه در واقعیت نگم اینو، ولی چی کار میکنم؟ ساکت میشی؟ ساکت میمونی؟ اون لحظه رو ساکت میمونی؟ رد میشی میگی بیو برو برو. آخا عصبی میشه. دو بخون سوالو. وقتی بی‌احترامی ببینم، از یکی بی‌احترامی دیدم عصبی میشه، جوابش میده. من میگم جوابش شاید قدیم مثلا رنجو یعنی خود چه جواب بدی. نه در مورد کار تو فکر کنم در مورد کارم داری نظر میدی. تو کارم همچین چیزی پیش میاد خب طرف کامنت گذاشته جواب میدم. ولی اصلا این موضوع کلیه در واقعیت تو آدما، آدمایی که باهاشون رفت آمد میکنم اگه یکی به من بی‌احترامی کنه چیکار میکنم؟ اون لحظه سریع میرم جواب میدم بهش. میکشمش؟ سبدر میخوره. تو سبدر میخوره؟ خط میخوره. طرف خط میخوره. خب با چی خط میخوره؟ با دعوا و بحث یا اینکه چیزی که مریم گفت؟ دعوا و بحثی نیستی بکنم. مهم نیم بستگی به آدمش اینا داره ولی در کل در چیز نه بحث نمیخوره. چیزی که مریم گفت کلن صحبت نمیکنم. اگه یکی بی احترامی کنه به من یا احساس کنم که رفتارش با من یه جوریه، اون لحظه رد میشم، اصلا صحبت نمی کنم چون فکر میکنم دیگه ارزش اینو نداره من در مورد اون مسئله و مشکل صحبت کنم، مگر اینکه طرف بخواد بیاد با من صحبت کنه، حالا یا مشکل کارش رو میگم یا مشکل خودم خلاصه حل میشه، ولی در غیر این صورت رد میشم. آره اهمیت نمیدم دیگه. تو ولی دفتر میخوری عزیزم. اولین شغلی که داشتم، من شغلا متنوعی تقریبا داشتم میشه گفت، حالا نه خیلی زیاد، ولی یه شغل اولی داشتم. رستوران بودی؟ نه چیزا کلاس آرایشگری میرفت آرایشگاه میرفت بکنم. بله درسته. اون شغل بود
نه آرایشگری میکردم من یه مدت بچه ها مدرک آرایشگری گرفتم، مدرکش هم هنوز دارم، ولی واقعیت این که علاقه با آرایشگری اصلا نداشتم به هیچ عنوان و همین باعث شد که دیگه نخوام دنبالش برم. موهای من از یه کوتاه کرده یادم تو اون زمان خودش ولی خودم هم تو این سوال مونده بودم اول به خاطری که بعد از آرایشگری یه کاری هم که انجام میدادم، حالا شاید عادل یادش نباشه، این که میرفتم جنس میخریدم بعد میفروختم، یعنی میرفتم دنبال جنس های بعدش بود. نه آرایشگری اولین شغلم بود. نه میگم این بعد آرایشگری بود. آره بعد آرایشگری نه چیزم نبود، رستورانم حتی نبود، بعدم رستوران شد. میرفتم جنس های مثلا حالا چینی و اینجور چیزا میآوردم، بعد تلگرام گذاشتم میفروختم. واسه مریم شریک من بود این رفت آمده ها، مریم بود، من میومدم لیست ایه میگردم این این قیمت من یاده شده منی برو شما شکم مواجه شد با شکم مواجه شد نه به خدا هر جنسی میآوردیم چون انتخاب های خوبی داشتیم مشتری کامل قبول میکنم. ما بودجهشو نداشتیم بچه ها، مثل بابای عادل که مغازه داره از این جور وسیله ها میآوردیم لوازم خونگی. بعد حتی یه مدت بابای تو هم یه سری وسایل تو از من میخرید، اون موقع مجرد بودم. خلاصه واقعا خوب بود، خیلی قادره بانی بود. میرم جنس میآوردم از رشت، همه میرفتن از تهران جنوب، ما دیگه شرایط نداریم، میرفتیم رشت تو بازارا میگشتیم چیزای ناب و خوب پیدا میکردیم. واسه میابودیم از چی بیشتر میترسم؟ چی؟ از حیوان؟ این یکم سخته چون خودم جوابمو نوشتم دوستان. از چی بیشتر میترسم؟ کلن نه حیوان، نه از حیوان ها، نه جای بسته میترسی، جای بسته میترسی. آره میشه تاریک حیوان و خب عنکبوت و اینا میترسی. خب سوسکو همه میترسم. بعد مار، مار رو که دیگه اصلا دیگه وحشتناک. خب مار رو اینا رو درست گفتی. نه از یه جا رفتن میترسم. کجاست که من میخوام برم میترسم و نمیرم هیچ وقت؟ جای بسته. نه آبو میزنی دکتر از جای تاریک. بچه من واقعا از جای تاریک میترسم. من یه وقتا تو خونه، اتاقمون خیلی اصلا نزدیک به سرویس بهداشتیمون اگه تو کادر باشه دیدید، من انقدر بعد وقتا میترسم که از تو اتاق تا دستشویی میخوام برم با برق روشن کنم. نمیدونم چرا اینجوری شدم، یه وقتا خیلی شجاعم، یه وقتا خیلی ترسونم، حالا بستگی به اون فکرم حالت روحی من داره. ولی از تاریکی که خب میترسم واقعا، ولی دکتر رفتن رو واقعا میترسم. بارها شده که میگین که مریض شدی برو، یا به خاطر دندونات کلا از آمپول میترسم. وقتی بار بده درست میشه. من فکر کنم 50 بار من فکر کنم خمیازه کشیدم از مثلا ویدیو نداره برادر. من خسته نباشیم. آه یکم دوستان من از دقیقه کلیو آب میارم. آره میریم براش آب میاریم. من میارم. خب عادل آب میخواست بچه‌ها، من رفتم چک کردم دیدم که بله مریم یه ذره از کات خارج. خلاصه معذرت خواهی میکنم چون کسی نیست که از ما ویدیو بگیره و ما گوشی گذاشتیم رو پایه. به هر حال دیگه ممنون که همراهی میکنید. آره با اون حال ما رو خب خواب تری یکم بره خوابم. الان تو از کات بیرون نمیای جلو. چه گرفتاری شدیم دوستان. چه چیزی بهم استرس میده؟ بیبولی. اون فکر کنم به همه استرس میده. خدا جوابای خیلی بالی میده. مثلا به اینا فکر نکرده بودم. خب این پولیو که همه استرس میگن، ولی چه چیزی بهم استرس میده؟ دیر رسیدن دیگه. من به مولی ببین من دیر میام استرس میگیرم. میشه چی؟ اون تایم نباشی اصلا استرس داری. سر وقت نمیاد. خانه بهش چی میگن؟ به همین کلمش چی میگن دیگه؟ کلمه ای داره. اون تایم نباشی چی میگم بهش؟ چیکار میکنی؟ خب من فانتومین بازی کنم. خب همین یکی رو منتظر موندن دیگه. منتظر موندن هم استرس میده. خب از چی متنفرم؟ منظورم اینه که چی کار کنه، یکی چی کار کنه من با کارش حال نمی کنم، متنفر میشم ازش. درو باشه دیگه. خودم هم سعی نمی کنم. حالا این درویی به منظور این نیستش که دروغ بگه مثلا رو راست نباشه، این که یه طرف، ولی شاید باورتون نشه من نمیگم آدم راستگوییم، شاید واقعا تو یه سری جاها مجبور بشی که یه کلمه‌ای که شاید دلت نخواد و به زبون بیاری، واقعیت اینه. ولی
من حتی اگه قرار باشه جایی برم یکی زنگ بزنه بگه ستاره کجایی، اگه مثلا من نمیدونم تو خونه باشن یا سر پیچ نمیدونم فلان مسیرش باشم هنوز نرسیده باشم، دقیقاً مکان دقیقمو میگم. یا حتی یکی زنگ میزنه مثلا میگه که فلانی خوبه، میگم آره، میگه سلام برسون. بعدا من جانب مثلا مریم نام نمیگم که مریم سلام میرسونه، من همون لازم میگم مریم سلام میرسونی، دقیقاً سوال میکنم، یعنی میخواهید به اون شخصی که من دارم باهاش تلفنی صحبت میکنم سلام برسونی؟ اصلا این جور چیزایی که برام نمیدونم، شاید جدی میگیرم ولی واقعیتش اینه که اصلا دوست ندارم. من همیشه بهش میگم نه سلام نمیرسون. من دقیقا همون کارم هم میگم. میگم که مگه میشه وقت خودت بگو؟ آه نه چرا میشه؟ واقعا میشه، چون یکیشو اصلا حال نمی کنه با اون آدم. چرا من باید بگم مثلا مریم داره به سلام میرسونه؟ مریم اینجا شاید اینجوری اینجوری داره میکنه، حالا واقعیت این نیست ولی در کل مثلا پیش اومده دیگه. کلا شهریوری ها خب خیلی حساسن، خیلی حساس حسن دارم. ولی خب فروردینی ها آره شانس من بوده، عادل و مریم فروردینی هن و بی نهایت بی خیال و هر اتفاق بچه ها یه خاطره تعریف کنم، این یه خاطره کوتاه، البته ببخشید سرتون رو به درد میارم. یه شبی بود ما اینجا نبودیم، اولین خونمون سر کوچه‌مون بود و دوستان اونجا مستأجر بودیم، خیلی صاحب خونه خیلی خوبی هم داشتم. آره بذارم حالا باید میخندم، ببین الان هم دارم میخندم. بچه ها من خب ازدواج کرده بودم، مامانم بهترین جایزیه رو به من داد و من انقدر عاشق اون بچگی، انقدر عاشق یخچال ساید بودم تو بچگی، مون اسباب بازی رو نداشتم ولی عاشقش بودم. این شد که به مامان گفتش که چی میخوای، گفتم هیچی هم مامان، نخوام تو رو خدا برای من یخچال ساید بگیر، من خیلی دوست دارم. خلاص مامان گفت باشه، اینا برای من بهترین جایزیه رو گرفت و انتخاب کردم و خیلی ذوقش رو داشتم، در این حد که شاید باورتون نشه، بر همه عادی باشه، اصلا چیز مهمی نباشه، ولی اینجوری بود که اوایل ازدواجم یخچالمو که باز میکردم نازش میکردم، قربونت برم عزیزم، مثلا لباس داخل ماشین لباسشویی مینداختم قربونت برم، این ناز میکردم دستت در نکنه، خیلی ذوق و شوق داشتم. آقا یه شب مریم خونه ما بود، ما قرار بودیم نام جایی بریم یا از مسافرت اومده بودیم، بعدش قرار بود بریم مسافرت، این بود خلاص. مریم خونه ما بود، شب بود و رعد و برق شدید و تو همین فصل اینجوری هم بودیم، چون تو این فصل رعد و برقای شدید میزنه تو همین عید به بعد دیگه میشه الان مایی که اصلا مردی بشته. خلاصه رعد و برق زد و اینا، منم وسیله گذاشتم تو فریزر، دونم تو یخچال، اینا هم دوتا دیگه تازه اون داشتن میخوابیدن، من دیدم رعد و برق شدید، منم خب یخچالم محافظ داشت ولی یخچال یهو خاموش شد، یهو خاموش شد، من اومدم درشو باز کردم، یخچال خاموش. حالا من قلبم از دهنم داره در میاد، گریه می کردم، یعنی هیچ کس فکر نکنم اونجوری تو زندگیش گریه کرد، انقدر من حالم بد شده بود. نه اینکه بگم پول دوستم و مال دوستم و اینا نه، ولی بچه ها من دقیقا شاید هفت ماه نشده بود، نشده بود ما ازدواج کرده بودیم، فکر کن در عرض مثلا حالا همون چند ماهی که شده بود و من جایزه‌مو زودترم خریده بودم، تو خونه گذاشته بودم، تو اون فاصله فکر کنید یخچال اینجوری کلی هم هزینه‌شو کرده بودیم، خلاصه خریده بودیم، من گریه میومدم اینا میگن هیچی نیست بابا نگران نباش، اون روشن میشه. آقا من تا خود صبح نیم ساعت به نیم ساعت درو باز میکردم، میدیدم نه این روشن نشده، درشو میبستم، میومدم درشو باز میکردم میبستم، یعنی من سکته کردم تا صبح. این دو تا عین خیالشون نبود، یعنی جابجایی هم بودیم، هنوز نیومده بودیم، آره نیومده بودیم اینجا. من خلاصه تا خود صبح جون دادم، این دو تا قشنگ خوابیدم بلند شدن، نه چیزی نیست، میومد و یادم میرفت. آره بله خیلی وحشتناک. بعدا من زنگ زدم پدرشوهرم، اونم مثل من خیلی حساسه، من و پدرشوهرم اخلاقمون خیلی شبیه همه، یعنی میگیم الان اینجا باید باشه، یعنی الان باید اینجا باشه، یعنی نمیتونه این دو دقیقه دیگه اینجا باشه. اومد و خلاصه حال روز من رو دید، گفت نه ستاره تو گریه نکن، ناراحت نه، من برات میخرم همینو، اصلا نگرم. من حالا گریه ناراحت زنگ زدیم نمایندگی و اینا، اومدن خلاصه آره گارانتی داشت، خلاصه حالا نه اون سوخت، آیفونمون سوخت، تلویزیون سوخت، دیگه دستگاه دیگه اسمشو نبرسون، خلاصه خیلی من سوخت دادم اون شب. اونا حالا برام زیاد انگار مهم نبود، من سر یخچاله خیلی گریه زاری کردم، بعدم اومدن درست کردن و دیگه به خیلی گذشت. ولی این دوتا اون روز انقدر راحت خوابیدن و انقدر بی خیال بودن،
گیریم درست نمیشد میخریدیم درست میشه دیگه بلاغره گیچی آجا نگید که من زیاد حساسم. واقعیتش اینه که خیلی الان حالا الان که 100% یه چیزی خراب میشه تو فقط میگی که خدا به مال نزن به جام بزن که من دوباره نرم هزینه کنم. ولی خب خیلی برام غم انگیز بود که انقدر ذوقمون مثلا یخچالمو داشتم بعد اونجوری شد دیگه. بعد ترجیح دادم دیگه محل سیاد نکنم اونم پر رو میشه قربونش برم. دوستش دارم بچه ها بازم دوستش دارم. خیلی چانه زدم دیگه آب نیست من ازم بخورم بعد بیارم نه تازه آقایت خورد یعنی یه قطره هم نزده خوش گلی بار. خب الان تمام میکنیم. از کدوم خواننده خوشم میاد؟ خواننده مورد علاقه من فقط یکیش شاد میده. اگه اون بر شاد میده این بر ولی بکنم این بر چی خوشت میاد تو؟ نه همون شاد مهره و بعدی بعد شاد مهر اون بر آره ابی چی؟ تو فکر میکنی ابی نیست اشتباه گفتی ابیه. ولی خب اولین خواننده منظورم بود همون شاد مهره. عاشق اینم که یه روزی بشه که بتونم کنسرتش برم. چیکس مورد علاقم همکنون همکنون دقت کنی همکنون میدونم مزمزه آفرین به مزمزه چی؟ ساده درست آفرین قبلا درست سرما رو ترجیح میدم یا گرما؟ سرما. یکی از آرزوهام سفر کردن با چیه؟ کشتی. کشتی واقعا دوست دارم یه روزی بتونم با کشتی سفر کنم. شکلات یا ترشی؟ فعلا بین این دوتا دارم میگم ها. یعنی الان زمان الانه آره شکلات چیزای شکلاتی بیشتر دوست دارم یا چیزای ترشی؟ شکلاتی درسته. چون خیلی شکلات خور نیستم نه اینکه بکنید من خیلی میخورم نه وقتی من با چایی که کلا عادتم تلخ ولی کلا شکلاتی تورم. ترشی هم دوست دارم ولی بیشتر شکلات. سایز کفشم 38 این نیمه تاثیر گذار بود. 38 همه کفش و کتونی رو اندازم درسته. حالا تو یه زبدر ریزی خور ندر نمیشتم سایز مورد علاقم نه بابا ساز مورد علاقم سازی جا ساز ساز خاطره ساز رو بکن اگه شما میتونید بگیم من دیگه حال ندارم من این سراخ دارم ویالون ویولونه آره آره ساز مورد علاقه من چه ویولونه و چه باورتون نشه بگی خب اگه دوست داری چه دنبالش نمید اتوان دنبالش رفتم دوستان و یه در گمج بازی در آوردم رفتم خیلی با ذوق و شوق و اینا که میخواستم ثبت نام کنم در این حد عادل خیلی مشوقم بود گفت برو بپرس ایراد نره هر چقدر بشه میخریم اینجوری نیست و اینا. بعد مریم گفت آره بابا تولدت کادوهای تولدت بجون که الکی پلکی چیز بخریم اونو میگیریم. خلاص من خیلی اونجوری چیز شدم که برم رفتم آقای اومد سوال کرد که چه سبکیو گوش میدی؟ من نمیدونم چرا همچین جوابی دادم یعنی باورتون نمیشه خودم هم هنگ بودم من چرا این کارو کردم و چه سبکی گوش میدی؟ بودم آره من با هنسفین رو هنگ گوش میدم. گفت نه خانم چه سبکی گوش میدی؟ من آره با هنسفینی رو هنگ گوش میدم دیگه. و گفت منظورم از نوع این سازا مثلا چه سبکایی و چیز میکنی؟ بعد من فهمیدم که من هیچ استعدادی حتی در بیانم وقتی واقعا بچه ها از اونجا اومدم بیرون هر میخندیدم وقتی مانت ماشین شد چی شده قیافش رو میدیدی؟ انقدر تو کوچه خندیدم بعد گفتم ولش کن آبروم رفت من بغل خونمون بود من رفت اونم سوال کردم حالا سه چی دیگه فراموش کشی کردم سوال سوالت پایز شاید ما شد دلم واسه کی تنگ میشه؟ فندقی درسته دارم بسه بود بوده خیلی همیشه تنگ میشه موقع من یعنی یادم نمیاد ساده ازدواج کرده بودیم آدر چجوری آدر ازدواج کرد خونمون اونجا بود بقیل رفته بودم بودم خب یه جاد که ساز میزنن نزدیکه بقیل خونمون هم نه ازدواج کرده بودیم قبلمون هم خیلی پیگیری میکرد ولی دیگه بعد ازدواج خیلی مشبق اصلیم شده بود آدر این تیکه یادش نمیاد ولی آره تو گفته بودیم. بهترین زمان زندگیم کی بود به نظرتون؟ زمانی بود 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 بهترین زمان منظور ساله نه یه کلی گفتم در مورد سن و سال و اینا نگفتم دوره پندقیون آره
آره بهترین زمان زندگیم زمانی بود که فندق در کنار من بود. یعنی قبل اون که خب نمیشه گفت عالی ترین زمان زندگیم بود واقعا. و الانم نمیگم همه چی هست، همیشه قدرشناس هستم، قدردان هستم و همیشه شکرگزار، ولی نمیگم الانم بهترین زمان زندگیمه. دل خوشیم بود. آره واقعا بهترین زمان زندگیمون بود و الان بعد نبودش، الان یک سال خورده ای که گذشته، یک سال و یک ماهی که قدر گذشته، میتونم بگم خیلی روزای شادی هم داشتیم، بچه ها سعی کردیم شاد باشیم، خوش باشیم، ولی همیشه تنها کسایی که تو شرایط ما بودن و هستن میتونن درک کنن اینه که واقعا از نظر قلبی اون شاد بودنی که شاید یه آدم میتونه داشته باشه رو دیگه نداشتیم. شاید فندق بود، خیلی مشکلات دیگه ای هم داشتیم، ناراحت هم بودیم، ولی این غمه انگار یه چیزیمونو به هم ریخت بعد فندق. اصلا اون غمه شادی هام هم انگار یه جوری کرده که مثلا لحظه ای باشه، یعنی اون لحظه شادم ولی بعد که خودم میشم، تنها میشم، دوباره همون آدم. کلن ببینه بعد هر سوگی، خب رفتن فندق که خیلی وحشتناک بود، ولی بعد هر سوگی میگن که اون شادی عمیقه خب دیگه حس نمیشه. آره ما خیلی وقت شاد بودیم بچه ها، اینجوری اصلا آره اینجوری نباشه که حالا فکر کنیم ما هر روز غمگینیم. نه، ما سعی میکنیم اون لحظه که میتونیم شاد باشیم، ولی در واقعیت وقتی مخصوصا خودم یه تنها میشم یا یه سری خاطرات یادم میاد یا عکس ها و ویدیوها رو نگاه میکنم، ویدیوها رو خیلی کم، خیلی سعی میکنم کمتر، ویدیوهای قدیمی که تو یوتیوب خب تایم زیادتری بود، حرکات ها و لحظه‌های فندقی رو بیشتر گرفتم. خودم واقعیتا این که الان سعی نمیکنم زیاد نگاه کنم، یه مدت نگاه کردم دیدم خیلی حالم داره بدتر میشه و الان سعی نمیکنم نگاه کنم، فقط عکساش خب جلو دستم بیشتر میبینم و اون عکسها چون خاطرات خیلی خوبی رو داره، مثلا یادآوری میکنه خوشم میاد، ولی ویدیوهای آخری که مخصوصا زمان مریضیش بود و چقدر استرس ما میکشیدیم و چقدر دعا میکردیم و چقدر امیدوار بودیم که اوضاع برمیگرده و خوب میشه و نشد، اون ناامیدیه خیلی بیشتر فکر میکنم اذیتم میکنه. اسم دوست، این خیلی دو تا سوال بود و دیگه آخری تموم شده. اسم دوست دوران ابتدایی رفته آ روحیه؟ نه ابتدایی، ابتدایی ستار اسمش یادم رفت الان، بابا رفته اون بر ورزش میکنه اسمش نه ابتدایی، الناز ابتدایی نیستش، الناز دوست راهنماییمه. اسمه؟ آره یادت بود اصلا معصومه ابتدایی بود. آره چرا همش میگم تو راهنمایی، تو راهنمایی دیگه با هم نبودیم، تو ابتدایی با هم یه دوستی داشتم به اسم معصومه، الانم البته دارم، دوست دوران ابتداییمه. حالا راهنمایی و دبیرستان اینا خب زیادن دیگه، دوست خیلی زیاد دارم. البته رشته تحصیلی تو دبیرستان، دبیرستان رشته خوندی دیگه؟ خب یعنی چی؟ نه رشته تحصیلیم دبیرستان رشتم چی بود؟ تو کنکور رو کار ندارم که چه امتحانی دادم، رشته تحصیلی دبیرستانم چی بود؟ تجربی خوندی؟ آه این دوتا هیچ کدوم نمیدونن خدایا. من ریاضی میخواستی بخونم یادم، میخواستی بخونی؟ انسانی یا ریاضی؟ رشته تحصیلی بچه ها ما چند رشته داری؟ خب ولی رشته تحصیلیم تو دبیرستان چی بود؟ هرچند مریم نه بود آخه بودم نه ریاضی برداشه خاکم میستر. این یه سواله مثلا معلوم میدونم مریم تاریخ خونده تو دانشگاه، ولی خب انسانی خونده که تاریخ خونده دیگه. آره. من ولی تو این دوره ذره تغییر کردم، چون بچه من مدرک حسابداری گرفتم جدا، هزینه کردم بیرون، یه دوره خیلی خاص زیادی داشت و دقیقا دیپلم حسابداری گرفتم. حالا شاید حق میدم که ذره گنگ و گیج بشن، ولی دبیرستان ریاضی تو من بین فنی و ریاضی هم، بین فنی و ریاضی هم ریاضی بود. من چون خیلی از خون میترسم، چیزم خوب بوده، فیزیکی نام شیمیم خیلی خوب بود، ولی چون از خون و اینا خیلی بی نهایت میترسم، من نتونستم تجربی بخونم، یعنی میتونستم ولی نخواستم. دیگه بین ریاضی و انسانی مونده بودم و حالا فنی اینا، که من ترجیح دادم که ریاضی رو بخونم، ولی
دیپلمم با ریاضی بود، بعد دیدم که نه، وقتی بخوای ریاضی امتحان بدی برای کنکور باید کلاس بری، هزینه خیلی زیاده و واقعا تو اون زمان شرایطی نبود که از ماما اینا بخوام که برام اونجوری هزینه کنم، مجبور شدم دانشگاه رو انسانی بخونم. آه. و انسانی هم قبول شدم که با دوستایی که میبینید دوستای دوران دانشگاه با این بچه‌ها آشنا شدم. آره، یا الان یادم اومد که ریاضیش چون خیلی خوب بود. آره ولی دیگه اینا همه کمک میکرد. خیلی خوب بود ولی دیگه از اون دوره بود. آره تو بعد دیگه رفتم تو افق محو شدم. ریاضیم خوب بود ولی دیگه واقعا الان اصلا فکر نمیکنم، خیلی حافظم ضعیف شده، خیلی فراموشی وحشتناکی گرفتم. خب خودم حال کردم با این سوالا، مثلا جوابایی که گرفتم، خب یه سری چیزا یادآوری کردید به من. در کل میتونم بگم که مساوی شدید، چون یه جایی رو تو یه شناختایی نداشتی، زبدر رو بشمون دیگه، یه دونه مریم زبدر داره، دوتا مریم بیشتر شناخت داره، دوتا سه تا چهار تا این هم این پنج تا وای مریم اینا چیه؟ اونا اوکی بابا، سوال خیلی زیاد بود، اونا درسته، اونا بعد جزئی بود، خیلی هم رو جزئی نکردم. بابا سینم عادل یکی دو تا عادل کم سه تا این چیه؟ چهار تا این چیه؟ نه این تو اشتباه گفتی، سایز کفش. من گفتم چه سوالی داشتم؟ سایز کفشم. یه سایز کفش 5 تا 4 خیلی خوبه. نه خیلی به هم نزدیکن. شارژر نشد میگی؟ نه 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 5 تا با هم نشدید. حالا بگید با هم شدید آقا، مهم نیست. آره با هم شدید، خیلی با هم شدید، ولی باور کنید من اگر این سوالا رو از پدر مادرم دوست دارم با اونام چالش بزنم، ولی سوالات مخصوص خودشون مطمئنم من اگه تاریخ تولدم هم سوال میکردم مامان اینا بلد نبودن چه روز و چه ماهی من اصلا چند سالمه. ولی در کل خیلی خوب بود، مرسی از مریم و عادل که تو این چالش شرکت کردن. آه. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. خیلی خوشحالم کسایی رو در کنار خودم دارن که واقعا ازم شناخت دارن و میدونن که چجوری با من خلاصه تا کنن. یا مریم تو هر شما رو پای من میدونی؟ او چلو پای بپرسیم آمده ولی بعضی وقتا چلو پنگ اندازته. خلاصه اینکه مرسی که همراه ما بودید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، خیلی دوستتون دارم، مرسی از همراهی و حمایتتون. بچه کلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، بابت تمام مهربونیاتون سپاسگزارم، از اینکه ستارم حمایت میکنید ممنونم، دوست منو حمایت کنید، سابسکرایب یادتون نره، مراقب خودتون هم باشید. به قول بابا اگه میگه دختر منو حمایت کنید، مرسی از دخترم تشکر کنید. یار مرمونه کنم. مرسی که ما رو حمایت میکنید، مرسی که برنامه رو نگاه میکنید، دوستتون داریم، فعلا بدرود. خدافظ.